در شهرهای تهران، کرج، عراق، یزد، تبریز، اصفهان، ارومیه، اهواز و سمنان نفس مردم به شماره افتاده. مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا میگوید در روزهای سهشنبه تا پنج شنبه هفته جاری شهرهای صنعتی ایران افزایش قلزت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا را تجربه می کنند. مسئولین از شهروندان خواستند از تردد غیر ضروری در سطح شهر پرهیز و در صورت احساس تنگی نفس، دوبینی، سردرد، سرگیجه و تهوع به اورژانس مراجعه کنند. آلودگی هوا معزل اکثر شهرهای بزرگ در ایران است که تنها در سال 1401 26 هزار نفر را در 33 شهر به کام مرگ کشنده. ناکارآمدی حاکمان جمهوری اسلامی در مدیریت سوخت کشور و سوزاندن مازوت در نیروگاه ها ازدیاد خودروهای فرسوده در کشور عرضه بنزین و گازوئیل بیکیفیت و غیر استاندارد در جایگاه های سوخت ناتوانی در کنترل و مدیریت ریزگردها و تغییرات اقلیمی و کمبود بارش در ایران عمدهترین دلایل بحران آلودگی هوا در این کشور است. آمار سازمان حفاظت محیط زیست نشان می دهد که از 16 نیروگاه کشور 14 نیروگاه مصرف مازوت دارند و پیش بینی شده این نیروگاه ها با میزان بیشتری از مازوت سوزی به کار خود ادامه دهند. اینجا تجمع اعتراضی مردم عراق و فعالان محیط زیست در اعتراض به آلودگی هوا و مازوت سوزی در نیروگاه شازن. و تجمع اعتراضی مردم یزد در اعتراض به آلودگی هوا ما یک انسان هستیم حق ما نفس کشیدنه خانم که صرفه میکنه تو خونه استرس دارم مسئولی ما رو دریابه واقعا این شرده که جای نفس کشیدنی مطالبه اول ما توقف صنایع آلاینده بر اساس آخرین پژوهش‌های مؤسسه سیاست انرژی دانشگاه شیکاگو ای آمریکا، آلودگی دائمی هوا به طور متوسط بیش از دو سال از عمر هر فرد می‌کاهد. این نرخ تقریبا برابر با کاهش طول عمر بر اثر مصرف سیگار و حتی بیشتر از کاهش میانگین طول عمر جمعیت ناشی از طبعات بیماری ایدز یا تروریسم است. آریان ریسواف، صدای آمریکا